با درود حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC، اسد زرین‌مهرم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی، وکیل رسمی در کانادا. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه را دارند در سرتاسر دنیا توجه میکنه. پیش از آغاز گفتگومون خدمت شما بینندگان گرامی میگم که این برنامه فقط جنبه اطلاع رسانی داره و اگه میخواین مشورت حقوقی داشته باشین لطفا با شما تلفنی که پای صفحه تلویزیونتون میبینید تماس بگیرید تا مشکلاتتون حل بشه به امید خدا. این خیلی مهمه که واسه هر معامله‌ای، هر نوع قراردادی تمام جنبه های قانونیش رعایت بشه و چه کسی بهتر از این وکیل میتونه این کارو بکنه؟ هیچ کس. یک وکیل به تمام قوانین آشنایی داره، آگاهی داره و میتونه شما رو از مشکلات بعدی که ممکنه پیش بیاد جلوش رو بگیره و ضرر رو از هر کجا که بگیریم منفعته. بنابراین از هر کجای معامله که هستید لطفا بگید که ما میخوایم قانونش بکنیم. خب آقای دکتر، ما مشکلات همیشه که هست مشکلات خانوادگیه و شما هم وکیل خانواده هستید، آماده این که از اینجور چیزها مشکلات رو حل بکنید و هر کی به حق حقوق خودش برسه. 100% قصد اینه که عزیزان، حالا چه خانم باشن چه آقا باشن، وقتی با مشکلات حقوقی مواجه میشن حتما بعد از جدایی با یک وکیل مجرب، بارها سالهاست که ما داریم اینو در تلویزیون میگیم، حتما با یه وکیل مجرب در امور حقوق خانواده مشورت کنن که ببینن چه حقوقی دارن و بر اساس اون حقوق بفهمن کجا قرار گرفتن و چه راه حل هایی وجود داره که بتونن از اون راه حل ها استفاده کنن تا با مشکلات کمتری، نمیشه گفت مشکل وجود نداره چون جدایی خودش یک مشکلیه که تازه فرد میمونه که چیکار بخواد بکنه، با در سالها در ارتباطات تنگ و تنگ با همسرش بوده و اون ارتباطات باعث شده که تصمیمات به صورت مشترک باشه یا به نوعی همکاری وجود داشته باشه که تصمیم بگیرن برای جریانات مختلف خانواده. ولی حالا باید فرد خودش تصمیم بگیره، باید فرد مراقب خودش باشه و سعی کنه که حقوق خودش رو تعمیم بکنه. بله، از نظر روحی، روانی، از نظر مالی، از همه جنبه های مختلف اینا که مشترکاً کارشون انجام میدادن الان به تنهایی میخواد انجام بشه، حتما یه مشکلاتی واسه شون پیش میاد. ولی خب باز هم با وجود همین مشکلات باید قبول بکنن که به اصطلاح زندگی جدید رو بپذیرن، شرایط جدید رو بپذیرن و از حق و حقوق خودشون هم برخوردار باشن. یه وقتی گرمن میگم مثلا من اینو نمیخوام یا از حق و حقوق خودشون آگاه نیستن و به همین خاطر ممکنه که به اصطلاح ضرری بکنن و بعدا پشیمون بشن. دقیقا فرمایش شما درسته آقای زریم. ببینید، مشکلی که وجود داره اینه که در زمان جدایی به نظر من شما به دو گروه ساپورت احتیاج دارید. یکی ساپورت حقوقیه که از یک وکیل باید استفاده کنید، یکم ساپورت معنویه که از پدرتون، از مادرتون، از برادرتون، از خواهرتون یا از اقوام نزدیکتون یا از دوستان نزدیکتون. خب اونجا کشور مهاجرپذیریه و بسیاری از عزیزان من میبینم که اقوامشون ممکن اینجا نباشن ولی از دوستانشون میتونن کمک بگیرن. بارها بوده که من دیدم که با دوستانشون تشریف بردن دفتر من، خانمی بوده خب با دوستش اومده ساپورت داشته باشه. و یا خب پروسه سختی هم هست، سخت، مشکلات مختلف وجود داره. لذا شما به ساپورت معنوی دوستتون ممکن احتیاج داشته باشین، به ساپورت معنوی عزیزانتون ممکنه نیاز داشته باشید. از یه طرف هم نیاز به ساپورت یک وکیل به عنوان یک فرد پروفشنال نیاز داره که اون فرد پروفشنال مدارک کارهای قانونی شما رو بررسی کنه، مدارک شما رو بررسی کنه و راه حل‌های قانونی بده. تو این پروسه سخت همونطور که آقای زریم پرسیدن و فرمودن که ممکنه شما بخواید از یه سری از حقوقتون بگذرید که به نظر من اشتباه بزرگه. باید که ببینید حقوقتون چیه و چه راه حل‌هایی رو شما میتونید داشته باشید. بسیاری موارد وقتی که عزیزان از همسرشون جدا میشن، در جلسه اول وقتی من بهشون میگم این کارها رو میشه کرد و این کارها حقوق قانونی شماست و این تعهدات شماست، این حقوق شماست، بسیاری موارد عزیزان بهشون شک وارد میشه که دارای یه سری حقوق هستن و فکر میکنن که این حقوق ندارن.
یا بعضی موارد هستش که اشتباه فکر میکنن، فکر میکنن که یه سری حقوقی دارن و وقتی وارد دفتر میشن من میگم ببین این حقوق شما نداری، من نمیدونم کی به شما گفته. این اشتباهه، این فرضیه ای که تو ذهنا هست، تو دهنا هست و فکر میکنی که این حقوق داری و اصلا شما این حقوق نداری. به نظر من میتونی وارد دادگاه بشی، میتونی فشار بیاری که به این حقوق هست، ولی وقتی که انتهای کار فقط یه هزینه سنگینه وکالت رو دادی به اضافه این که این مشکلات رو بس خودت پدید آوردی، آخرش هم به نتیجه نمیرسی. بهتر وظیفه یک وکیل اینه که حقوقی که وجود داره رو برای شما ترسیم کنه، اگر مرور زمانی وجود داره به این معنی که محدودیت های زمانی وجود داره برای رسیدن بسیاری از حقوقا، باید به شما اعلام بکنه و بر اساس اون راه حل ها رو هم به شما اعلام بکنه که شما ببینید که راه حل ها اینه، تعهدات من در مقابل همسرم اینه، تعهدات همسرم نسبت به من اینه و بر اساس این سه چهار موردی که من عرض کردم به شما یه تصویر بده که شما کجا قرار گرفتید، که اون چیزی که وکیل به شما میگه همونی باشه که در انتهای کار ممکن توی دعوای بعد از یک سال یا دو سال به دست بیارید. دکتر شما برای شما پیش اومده که حتما پیش اومده که موکلی داشته باشید که اولش شما حق و حقوقشو بهش تذکر میدین که چه حق و حقوقی داره، بعد این نگاه میکنی که میگم نه مهم نیست چون داغه هنوز مثل که حواسش، بعد بگه نمیخوام، شما مثلا بهش هشدار بدین که چرا این بعدا ممکنه چه بشه، بعدا پشیمون میشه، شده که مثلا پشیمون بشن یا مثلا بگن که کاش این کاری کرده بودیم که شما پیشنهاد کرده بودیم؟ ببینید مطلبی که وجود داره اینه که موکل یه موقع هست من دیدم که خانوما از مهریهش میخوان بگذرن، من معتقدن که اصلا مهریه چیز مناسبی نیست. من به عنوان وکیل فقط وظیفم هست که بگم که مهریه‌تو میتونی بگیری، این درصد موفقیت شانست هم هست، اینم هزینته. خب بعضی موارد این چنین هست، ولی بر بعضی موارد هست ممکنه یه موکیل از اسپازور ساپورتش بگذره، یعنی میگه که من نفقه بهم تعلق میگیره، من نخواستم. دلیلش اینه که از ساپورت مالی پدر مادرش ممکن استفاده بکنه. خب این هم یه بحثی، ولی یه موقع هستش که موکل میاد میگه من دعوایی رو اقامه میکنیم، ما تو دعوا هم میریم جلو، من بوده پرونده ای داشتم، بعد از اینکه به شوهرش ابلاغ دادیم بعد از 20 روز اومد گفت من پرونده رو میخوام پس بگیرم، به اضافه که از وکیل شوهرش یه سپریشن اگریمنت اومده که تا از همه حقوقش گذشته. خب اونجا موکل حق داره که از حقوقش بگذره و اون کار بکنه، ولی خب در مقابلش هم ما این حق داشتیم که پرونده بیایم بیرون، واسه من جای سواله که من وکیل پرونده باشم، پرونده رو رفته باشم، ببینم موکل من میتونه 1 میلیون خورده‌ای بگیره، پشتش 10 روز 20 روز نشده به هم فان سپرشن اگریمنتی داده بشه که موکل هم اصرار کنه حتما میخواد امضا بشه که بر اساس اون از تمام حقوق مالیش که میگذره، در حالی که موکلی که نیاز مالی هم داره، یعنی یه موقع میبینی که تو همین پرونده که عرض کنم اتفاق افتاد موکل من خونه به نامش نبود، شغلش هم بود ماهی 2000 خورده ای میگرفت، درآمد بالایی نداشت، سنم بالا بود، به سنی بود که بعد از 5 سال تا 10 سال بازنشسته میشد، یعنی امید نداشت که خب جوونه 30 سالشه میگه نه اشکال نداره میخواد خود زندگیشو بسازه و میتونه بسازه، خیلی ها در سن 35 سالگی 40 سالگی ساختن، به دنیا زمان دارن جلوشون که بسازن، ولی یه خانمی که میاد که بچه هاش دیگه دانشگاهی هن، خودش سنش بالاست، جای سوال هست که چه عواملی باعث میشه که بخواد بیاد بگه من از این حقوقم میگذرم. بله. و پشتش هم همسرش هم از طریق یه وکیل دیگه ارائه میده سپرشن اگریمنت که از تمام حقوقش گذشته، در حالی که من کلکولیشنی که من داشتم بالای 1 میلیون خورده موکل من میگرفت. اینا تحت فشار روانی قرار میگیرن؟ ببینید وظیفه وکیل این نیست که ماشین امضا باشه و تایید بکنه و بگه من دیگه آره منم میتونستم اون قرارداد رو بخونم، میگم این قرارداد رو خوندم، شما راضی منم راضی هم امضا کنیم بره. نه نه، وظیفه وکیل با وجدان اینه که یه مقدار قدم عقب برداره، بررسی بکنه، احساس کنه چیزایی هست که موکلش هم ممکنه بهش نگن. به تب تون پرونده بود گفتیم که ما میتونیم اسممون رو پرونده در بیاریم، پرونده نظر من وکیل
شوهرت میخواد هر کاری بکنه خودش میدونه. منم راضی نیستم که تو این پرونده کمک بکنم، به دنگ احساس میکنم که شما داری یه چیزایی شرایطی وجود داری که اون شرایط من نمیدونم، البته من نمیتونم امضا کنم. بی انصافی که میشه شما مسلمه. ببینید ما عواملی هستیم که درسته که میخوایم که موکل به حقوقش برسه، ولی نمیخوایم عواملی بشیم که موکل بهش اچاف بشه. اونجا که احساس کنیم اچاف بشه، موکل حق داره که از حقوقش بگذره، ولی من حق ندارم که مطمئن بشم که موکل یه چیزی رو میخواد امضا کنه که اون اشکالات قانونی داره. من حق وجود داره به ضرر موکل وقتی داره یه سندی امضا میشه، وکیل میبایستی مطمئن باشه که امضا نمیکنه فقط. به نقل دادگاه خیلی قشنگ میگه we are not a rubber stamp. ما تو دادگاه قضات وقتی میخوان حکم بدن میگن ما رابر استم، مورد لاستیکی نیست، پلاستیکی، ما فقط بسید تا امضا نمیکنیم. ما باید مطمئن شیم که این امضایی که میکنیم واقعا حقته. و اینجا هم همینه، ما میخوایم یه چیزی رو تایید کنیم، یه حقوقی میخوایم بگیریم، باید بدونیم پشت صحنه چیه. اگه موکل به ما نگه پشت صحنه چیه اتفاقی افتاده و من ندونم، ممکنه کریمینال اکتی صورت پذیرفته باشه، ممکنه چیزی باشه. مهم نیستش که مثلا اون پراپرتی که دارن، اون ملکی که دارن به اسم یه نفر باشه. در حقیقت وقتی که زندگی مشترک بعد از دو سالی که داشته باشم، حتی کامل لا هم باشن، اونا با هم دیگه اینا سهیمن هر دو در اون ملک. نه، بلکه به دلیل که شما دو سوال با هم کردی. دفعه بین همسرایی که همسر هستن و ازدواج رسمی کردن، حقوقی که بهشون تعلق میگیره خیلی فرق میکنه با همسرایی که کامل لا اسپاس هستن. در همسرایی که ازدواج رسمی کردن، مسلمه که بحثی که مطرح اینه که همسرا نصف اموال طرف مقابلشون رو به شراکت میگیرن. اما بحثی که وجود داره اینه که کی اقامه دعوا رو بکنی. یعنی شما مثلا اگه همسرت خونه به نامشه، ولی شما بخواید 3 سال بعد اقامه دعوا کنید و ملک ارزشش رفته باشه بالا، خیلی فرق میکنه با اینکه شما بیای امروز سپرت شده باشی، بعد یه موارد مذاکره بشی، بگی من سهممو میخوام، قیمت ملک چقدره، اینقدر به من بده، بعد یه مدو ما بگیری. خب این علاوه همسرا، یعنی میخوام بگم که اقدامات قضایی رو برای چی ما میگیم؟ اگر شما از همسرتون جدا شدید، بین 10 روز حالا مشکلات روانی وجود داره، ایموشنالیت ما مشکلات وجود داره، همه رو من قبول دارم، ولی این مهمه، چیزی که تو اون 20 روز 30 روز اول سعی کنید با یه وکیل مشورت کنید، از امضای هر گونه سندی خودداری کنید بدون حضور وکیل، بدون مشاوره با وکیل و بدون اینکه وکیل داشته باشید 100% باهاتون موافقم، و اینکه از سپورت فامیلیتون استفاده کنید، ولی به هیچ قراردادی که نرسید و سعی کنید که هیچی امضا نشه، چون تعهد آوره براتون. و اگر ملکی هست یه مقدار زیادی معقولانه برخورد کنید، اموشنالی برخورد نکنید و نبخشید. بعضی از خانم‌ها دیدم یه موقعش پس اینکه ثابت کنن عاشق زندگیشون بودن، از اموالشون میگذرن. چرا؟ شوهرشون ایشون تحریک میکنه که خب تو از اولش هم با من به خاطر پولم ازدواج کردی، میگی نه اینو امضا کن که نشون بده که با من بودی. بله. به نظر من بوده رو درواسی میزنن و اشتباه من. تو رو درواسی ما بهش میگیم دیورس، ما میگیم بهش دیورس، یعنی رو درواسی که با یک فشارهای روحی روانی خاصیه. اون به نظر من اون کارو نباید بکنن. برای همین هم توصیه میکنیم که وارد چیز بشن، وارد مذاکره بشن با همسرشون از طریق وکیل که بتونن حقوقشون رو بگیرن. در مورد کامل اسپوز فرمودن آیه ذریبه، بحثی که کامل اسپوز اینه که کامل اسپوز معمولا در اموال یکدیگر شریک نمیشن، یعنی در تقسیم اموالی وجود نداره به معنای دیگه. یعنی اینکه شما اگر همسرتون کامل لا اسپاس داری زندگی میکنید، بعد از 2 سال، بعد از 5 سال، بعد از 20 سال زندگی مشترک شما با یه آقایی داری زندگی میکنید یا آقایی داره با خانم زندگی میکنه، اگه اموال رو به نام همسر خریده باشن، متاسفانه بعد از 20 سال اگه جدا بشن، احتمال زیاد وجود داره که اموالی بهشون نرسه. لذا من پیشنهاد میکنم که اگر وارد زندگی کامل لا اسپاس شدید، با یک وکیل مجرب قبل اینکه جدا بشید، همون اوایل کار کامل مشورت کنید که ببینید به چه صورت
میتونه چه راهکارهایی وجود داره که اگر خدای نکرده شما جدا شده از هم بتونید به یک سری اموال برسید، به سری چیزا برسید. یکی از راه حلش اینه که وارد کوهبیشن اگریمنت بشید. کوهبیشن اگریمنت اجازه رو میده به شما که اگر با همسرتون آره دوست ندارید ازدواج کنید، اصلا از کانسپت ازدواج بعدتون میاد، هیچ مشکلی هم نداره. ازدواج سفید میاد. بله، حالا بخواید اسمش ازدواج سفید باشه، میتونه هر اسمی باشه، من اصلا به اسمش کار ندارم. من بهش میگم کوهبیشن اگریمنت، بهش میگم که شما وارد یک رابطه شدید با یک فردی که اون فرد میخواین سالها باش زندگی کنید ولی نمیخواین ازدواج بکنید. دلیلی نمیبینن که شما نخواین از اموالی رو که میخرید نتونید شریک بشید. در نه بعد از اینکه خدای نکرده بعد از 20 سال یه دفعه یکی فیلش هوای هندوستان کرد، میتونه شما باشه، میتونه همسرتون باشه، فیلتون هوای هندوستان کرده، میگه آقا جون حالا فیلم هوای هندوستان اصلا بدی نیست و خدای نکرده قصد بیادبی هم ندارم و اگر کسی میبینه به این بیادبی از من، به این معنی که میگم آقا من میخوام جدا شم، حالا به هر دلیلی میخوام برم دنیا رو بگردم، چون میگم میخوام برم دنیا رو بگردم، باری کلا شاید قشنگتر باشه، من شاید استفاده اشتباهی کردم از کلمه، بله من میخوام برم دنیا بگردم، شما نمیخواید دنیا بگردی، میخوای اینجا زندگی کنی، من میخوام برم اینجا دیگه زندگی کنم، بهتره دیگه جدا شی. بهتره که با کوهبیشن اگریمنت یک قراردادیه که این نقص قانونی رو جبران کنید. خیلی راحته، میتونه به جای اینکه همه فکر بکنیم که میخوان اموالمون رو جوری بکنیم که هم دیگه نرسه، چرا اموالمون میخوایم هم برسه، ما میخوایم همون حقوقی رو داشته باشیم که همه افراد معمولی دارن، که اگه بعد از 20 سال بعد از 30 سال از هم جدا شدیم حداقل به من همسر که در اینجا همسر نیستم بلکه کامل اسپازم، به من یه فردی معمولی که یه زندگی مشترک داشتم بعد از 20 سال یه اموالی برسه. و از این لحاظ که من پیشنهاد میکنم اگر شما در این جور مباحث با یه وکیل مشورت کنید، یا با کوهبیشن اگریمنت یا با پالیسی های مشترک و تکنیک های مختلفی که وجود داره به نوعی بتونید بعد از 20 سال به یه چیزی برسید. این برای کامن لاست دیگه، برای کامن لاست حتما باید مثلا وقتی که قراره که با هم دیگه زندگی مشترکی داشته باشن، پس بهتره که حالت رسمیت بدن از نظر حق و حقوق نسبت به هم دیگه. ببینید ما در کامن لاست باز یه نواقصی داریم که در غیر کامل لا نداریم، برای همین هم کامل لا اسپاز بهش میگیم، بهش نمیگیم همسر. دلیل نشد که دو نفر 4 سال 6 سال 10 سال 15 سال کنار هم زندگی کنن بهشون میگیم اینا ازدواج کردن، چون نمیخوان ازدواج کنن. دست ما نیست، کانسپتی که خودشون به عنوان یک همسر انتخاب کردن، دوست نداره ازدواج کنه، اصلا از کلمه ازدواج و طلاق بدش میاد، چون میگه تعهد میاره، ما میخوام بدون تعهد نسبت به هم دیگه. آره منم قبول دارم ممکنه این باشه و ممکنه ده ها دلیل دیگه باشه. برای اینکه ما بخوایم از این مشکل راحت شیم، من میگم که شما نمیخوای همسر باشی، نمیخوای فردا اسم مطلقه رود باشه، حالا چیز باشه، یا اینکه بگی وارد دستگاه حقوقی بشی، وارد طلاق بشی، حالا بریم طلاق بگیریم، نه به تب کامل اسپاس رو قبول میکنیم. ولی در اینجا چه اشکالی داره که بعد از 10 سال بعد از 20 سال میتونی ترم هم تعیین کنی، تعیین کنیم که آقا ما میخوایم با هم زندگی کنیم، اگر بعد از 10 سال هنوز با هم بودیم در اموال هم دیگه شریک، بعد از 20 سال که کنار هم بودیم در اموال هم شریکی. یعنی ما مسلم مسائل قانونی رو نباید اینجا بگیریم که حتما باید دیورس باشن. از کانسپت های حقوقی میتونیم خیلی قشنگ استفاده کنیم، میتونیم واسه هم دیگه موج مثبت ارائه بدیم، میتونیم کمک بکنیم با آینده که اگه فردا خدای نکرده اتفاقی افتاد طرفمون بتونه حقوقی داشته باشه، و این چیز خیلی بدی نیست، به نظر من چیز خیلی قشنگی میتونه باشه. ما از حقوق میتونیم استفاده کنیم برای بهتر شدن زندگیمون، و این از اون مواردی که شما سوال کردید. بله، و همه اینا حضور یک وکیل رو میطلبه که حق و حقوقا همه چیزا سر جای خودش باشه. از اطلاعات شما متشکرم آقای دکتر. با تشکر از شما آقای زریمه و با تشکر از بچه اتاق فرمان که زحمت میکشن این برنامه رو دارن تنظیم میکنن، و همچنین از تشکر از بینندگان محترم تلویزیون آی تی سی که این برنامه رو دارن ملاحظه میکنن. امیدوارم که برنامه مورد استفادهشون قرار گرفته باشه، به عنوان سری اطلاعات کلی که عرض کردیم بتونن کمک بکنه که حتما وکیلی رو بگیرن تو این زمینه که بهشون کمک بکنه. بله، اطلاعات شما کاملا مفید، من مطمئنم که هموطنان ما بینندگان ما دارن استفاده میکنن، و اگه موردش پیش بیاد حتما به کار میگیرن این راهبردهایی که شما بهشون دادین، و اگر مشورت حقوقی میخوان با شما تماس بگیرن. از اینکه بیننده ما بودید در شما سپاسگزاریم، و تا هفته آینده همه شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
خداحافظ.